یک قاب در دست و یک نام بر زبان. 28 سالشون بود. سوریه، حلب. به شهادت رسیدن. نام شهیدش هم نام جشنواره‌ای که مهمانان ویژه آیین پایانی اون همین خانواده های شهدا هستند. توطئه‌های آمریکا و اسرائیل و قشنگ دشون مردم بدن. جایزه ویژه 12 جشنواره عمار رو هم مادر شهیدان خالقی پور به خالق آثاری چون در چشم باد داد. به این ملت نجیب، به این ملت سرفراز، این ملتی که دنیا رو به اعجاب انداخت، اعتماد کنید و بذارید استعدادهای بالقوه جوانش رشد بکنه. در بخش فیلم‌های بلند داستانی فیلمی فانوس نگرفت، اما جایزه ویژه دبیر جشنواره به آقای محمد علیزاده فرد برای اثر تروا رسید. وقایع دهه 60 به نظرم انقدر بار دراماتیک و جذاب داره که خب هر فیلمساز، داستان نویس یا کلا هنرمندی که توی حوزه درام و داستان کار میکنه را وسوسه میکنه که به اون سمت بره. فانوس بهترین کارگردانی هم به آقای سید جلال دهقانی اکثری برای اثر دختر ایران اهدا شد. دو تا داستان موازی داریم، یکی دلکندن کسی که تو خط مقدم داره میجنگه و یکی هم همراهی مادر و خانواده اون رزمنده در پشت جبهه هست. نگین سلیمان بهترین فیلم کوتاه داستانی و محاصره 360 درجه بهترین مستند بخش مدافعان حرم. وقتی از وارد خاک عراق از شمال شدیم، شمال عراق شدیم، تو همون اول اینجا تو عاملی موندیم، یعنی احساس کردیم انقدر مطلب گفته نشده و حرفای زیاد هست که دیگه انرژیمونو گذاشتیم. آثار برگزیده تا ساعت 22 امشب در سامانه عماریار به شکل رایگان برای مخاطبان عرضه میشه. حالا جشنواره فیلم عمار تصمیم داره در سالهای آینده مسائل انسانی و دغدغه‌های روز مردم رو با نگاهی جهانی و بین‌المللی به چشم دنیا برسونه. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.